سلام چاکر برارا، تعویض با تلفن نیسان خیلی مشتی ساده شیک روون بقول با چخچقی. بریم سر وقتش. شیلنگ بالا رادیات رو ما شل کردیم. خب رادیات باید باز بشه. بس شو بر میداری خورتومی هواکیشم باید باز بشه. حالا با کامل بازش نکنیم، اینجا گیرش میدازیم. اوکی، چهار دو پیچ داره رادیات. اینجا یکی که آچار ده میخوره، نیسان این مدل بالا آچار ده میخوره، مدل پایین 13 میخوره. نویتی که اینجا وجود داره، شلنگ پایین رادیاتو از پایین رادیات باز نکن، از سرایی که اینجای واترفون میخوره، این از اینجا، این زده یخاش ریخته دیگه. من کلا میخوام، اینم یکی از بستای سمیه که فاتح همین شلنگ رو میخونه. اینا رو عوض کنید. ببینید خود کارخونه میدازه ولی خیلی بده، عمر شلنگو خیلی میاره پایین. چون سیمیه فشار میده به شیلنگ و روی شیلنگ به قول ما جا میندازه، رد میندازه. حالا دوتا پیچه رادیات که سمت هواکیش رو باز میکنی، این از رادیات. یه نکته وحشتناک مهم میخوام بهتون بگم که ببینید طبق تجربه ها به دست اومده، خیلی هم آسون ها. بیه اینجا میخوای کلاچ فن رو باز کنی، خب شما تصمیم دینامو نباید باز کنی. اگه تصمیم دینامو باز کنی مجبور میشی با دست اینجوری بگیری صفر کنی، اینجوری صفر نگه داری، بعد میتونی کلاچ فن رو باز کنی. ولی وقتی تصمیم دینامو هست شما راحت میتونی باز کنی. بین میگن کلاچ فن. خب اینه واسه باز کردن کلاچ فن. آچار ده مورای اینجا که قرار داره شما باز میکنی، وقتی مورا رو واک کردی تصمیم دینام خودش دیگه راحت میاد بیرون، دست پس به تصمیم دینام نمیزنی. گرفتی چی گفتم؟ لایی قشنگی یادتون نره، به خاطر این نکته بسیار مهم و وحشتناک موره افتاد. کلاچ فن باز میشه، حالا راحت تصمیم دینام رو برمیداری میریزی به واتر پوم. واتر پوم از فیبر فنرش نشتی داده. ببینید از زیر اینجا کوچیکار پایین ببینید قشنگ، ببینید از زیر واتر پوم دقیقا نشتی داده. عمری داره دیگه، تموم میشه عمرش. حالا بیم واسه باز کردن واتر پمپ. بازم با بوکس دست رو کار داری؟ میری واسه باز کردن واتر پمپ. پیچاش هم اندازه تقریبا، فقط دو سه تاش فرق. این پیچای بالا این دوتا کوچیکن، این یکی بلنده. اینا این یکی پایین 12 میخوره. پیچی که 12 میخوره پایینه. Oh.
پیچ رو جدا میذاری. یکی که روی پایه دینام هست بلندتره تو یکی بالاییش. ببینید بلندتره. موقع بستن حواستون باشه. اینم از واترپمپ دو سال کار داده. ببینید فیبر فنر اینجاست. ببینید از سوراخ اضطراری، یعنی جایی که فیبر فنر کنه خراب میشه، آب از اینجا بیاد بیرون که شما بفهمی آب میزه روی زمین، بفهمی که واترپمپت خرابه. اوکی عزیزم، یه واترپمپ نیسان برای تمیز کردن شما به یه چاقو نیاز داری. خب اینا رو تمیز کنی قشنگ. داخل پیچا قشنگ باید باد گرفته بشه چون چسب داره، قشنگ بسته نمیشه. خب یه واترپمپ زاپاس تو خونش داشته این مشتری گرامی، واسمون آورده که ببندیم براش. ما چسب ویکتور استفاده میکنیم، مزدو هم میشه استفاده کنی یا جوابه. من مشتری گفتم یه دونه واترپمپ نو بگیر بنداز روش، خیلی بهتره. دیگه گوش نداد دیگه. چسب زدنم خودش اصول داره، نباید بیش از حد چسب بزنی. یه جوری با چسب بزنی که باز آب نده. واشرش فیبریه، خیلی واش خوبیه. شما اینجا رو میتونی چسب بزنی یا حالت یه روکشی که بچسبه دیگه. یه حالت روکشی میزنی که دیگه قشنگ بچسبه. فقط حالت روکشی. یه پوست پیازی منظورمه. این هم آماده است دیگه واسه بستن. خب موقع بستن حواستون رو به بلندی و کوتاهی پیچا باشه. گفتم بلنده میفته پایین، کوتاهی بالا. قشنگ هم تمیز کنیم پیچا رو هم جای واترپمپ رو. گفتم از اینجا واسه تو ویدیو بگیرم که قشنگ دیده بشه. دو تا پیچی که کوتاه بود بهتون گفتم دیگه کجا ببندی. سمت راننده این دو تار که بند کردیم پیچ بلند گفتم پایینی و کوتاه‌ترش اینجا. بیچارم قبل بستن تمیز کنید رزوه رو قشنگ. ببینید پیچی که خوب مال دو تا پای بالا نیست، اینا نوترن، ولی مالی که خود رو واترپمپ میفته زنگ زده است، تابلوه دیگه. از همه باریکتره. ببینید چیا بوکس ده میخوره. این
خیلی نرم، ببینید خیلی نرم، حواستون باشه. شما میتونی با بوکس ببندی یا سفت کردنش با آچار. زیر دستتون باید قشنگ بفهمی چقدر سفت کنیم. ببین سفتی و شولیش کلن معلومه. ببین از این بیشتر من سفت کنم میبره دیگه. زیر دستت قشنگ معلومه که دیگه آخرش سفته دیگه. خیلی نباید سفت کنی، اینو اندازه ای داره. از اون میان آچار میدادم ای بکشم. ببینید این الان دیگه جا نداره دیگه، ببینید جا نداره. این آخرشه، این جا داره هنوز. اینم از این. اینم از این. باطل پون کامله قشنگ پیشاش سف شد، خیلی مشتی. حالا بریم واسه بستن کلاچفر. خب بریم واسه بستن کلاچفر. برای بستن مورهای کلاچفر ببینید اینجا رو بگیر، یه خالی ها داره اینجا. خب خالی داره اینجا، شما دور میدی کلاش فندو، حالا موره رو جا میدازی. گرفتی چی گفتم؟ حالا یه بار دیگه بهتون نشون میدم که قشنگ اصل مطلب رو دریابی. اینجا رو نگاه کن، اینجا شما اینجا باید موره رو بندازی. نگاه کن، اینو دور میدی خالی میشه، حالا موره رو میدازی. کلاشفن رو صفر کردیم، حالا تصمیم دینا رد میشه. اینجا روی پولی واتر پمپ، پولی سرمیلنگ و پولی دینا. حالا میخوایی تصمیم رو صفر کنی. خب ببینید یه روش بهتون میگم خیلی ساده. یه تایلیبر ور میداری، ببینید قشنگ رو پوسته میدی جلو. خیلی زیاد صفر نکنی یا بلبرینگ واتر پمپ رو خراب میکنه. تو همین حالت که نگه داشتی دینامو، تایلیور رو نگه میداری نکشه. اقا بستن رادیات خب ببینید ضد یخ نریزید وقتی واترپروف تعویض میکنید. یه روز بدارید با همین آب لوله کشی دور بزن، اگه نشی نداشت بعد تخلیه کنید، بعد ضد یخ بریزید. الان استارت بزن. بزن. چرا گفتم ضد یخ نریزیم؟ برای اینجا بیا ببین، از اینجا خب از اینجا نشتی آب داشتیم، ما یکم چسب زدیم دور پیچ و پیچ رو صفر کردیم دیگه. نشتی خدافیزی شد دیگه، نشتی نمیده.
آقا که با دیدن ویدیو واقعا حال کردی، یه مطلب قشنگ، یه چیز قشنگ یاد گرفتی از تعویض واتر بمب نیسان، لایک پایین ویدیو رو بکوب، هر نظری هم داشتی پایین ویدیو کامنت کن، من در خدمتم. این دیگه تمومه، فردا پس فردا میاد واسه تعویض رادیو ضد یخ و آب رادیات. مخلص همه سیتلا.